خانم بیلز، خانم بیلز، دکتر ویتز، چه اتفاقی افتاده؟ الان او خدای من، او کمکم کنی، یه نفر بیاد به من کمک کنی، به من کمک کنی. نه خواهش میکنم، بیا جلوتر، تلاش نکن، برای اینکه بیفایده است. خواهش میکنم گوش کن، تقصیر خودمه، بهشون بگو من اشتباه کردم، هیچ کس جز من مقصر نیست. نه دکتر، شما هیچ وقت چی کاری نمی کنید. چرا کردم؟ جز من کسی مقصر نیست. نه دکتر، خواهش میکنم، خواهش میکنم، من بهشون بگو در جستجوی. روانکاو معروف مرده، آیا خودکشی کرده؟ سر فردریک، سر فردریک، حالتون خوبه؟ در تمام عمرم حالم به این خوبی نبوده. چرا؟ دکتر گیلنون چرا باید یه همچین کاری بکنه؟ چرا باید دست به عملی بزنه که با حرفه و خط مشی زندگیش تناقض داشت؟ تکلیف انستیتوی روانکاوی بریتانیا چی میشه؟ بدون اون کار مثبتی نمیتونن انجام بدن. با مریضش چه باید کرد؟ همشون سرگردون میشن. ممکنه اونو دوباره برام بخونید میستنر؟ بنابراین آقایان، این مسلمه که آقای مورگان، خواهش میکنم اجازه بدین چند دقیقه برم بیرون. ادامه بدید، ناامید نشد خانم. معذرت میخوام دکتر ویتسنت، خیلی معذرت میخوام. £2000 برای یه تابلوی معمولی، واقعا مسخره است آقای پرایسگورها. ولی شما درست متوجه نشدین خانم فلتر. حتی اگه اثر دلاکرووا باشه برای من مهم نیست، چون این تابلو جاش رو دیوار حمومه. ولی مسلما شما نمیخواید تابلوی دلاکرووا رو به دیوار حموم بزنید. آقای پرایسگورها، شما در این 10 سال گذشته از پول امثال من ثروتی به هم زدین. شما مرد خوبی هستین، تابلوهای خیلی خوبی هم دارین و خود من تابلوهای زیادی از شما خریدم، پس بهتره مشاجره نکنید. بذارینش اونجا. از اون قاب خیلی خوشم میاد، عوضش نکنید. فرمودید نقاشی دلاکرووا رو دیوار حموم؟ البته. حالا که سومین سالگرد تأسیس انجمن طرفداران صلح امریکا را برگزار می‌کنیم، لازمه به این نکته اشاره کنم که این اقدام دولت امریکا مورد تأیید بسیاری از مردم صلح دوست و آرامش طلب دنیاست. اعضای این انجمن امیدوارند که تمام افراد بشر برای نیل به این هدف از پا ننشینند و از هیچ کوششی فروگذار نکنند. من الکس استدمن، مجری امریکایی این برنامه، از همه شما تشکر میکنم و شب بخیر میگم. دوربینا رو خاموش کنید، خاموش کنید. خب آقای استدمن، صبر میکنید ببینیم تصویر چطور در اومده؟ عالی بود الکس، جدا عالی بود، برنامه خیلی خوبی میشه. فکر میکنی تماشاچی ها بپسندن؟ بپسندن، لذت میبرن.
البته نکات ناخوشایندی هم داره، ولی به طور کلی خوششون میاد. بهتره بگم حرفاتو باور میکنن، چون اخباریه که یه آمریکایی به هموطنانش میاد. یعنی علیه هموطنای خودش کار میکنه؟ چرا اینقدر حاشیه میری؟ خوشحال نیستی که یه همچی برنامه خوب و مفیدی اجرا میکنی؟ تو این برنامه رو جدی میگیری؟ دنیا داره از هم میپاشه، اون وقت ما میخوایم به ملت انگلیس بگیم که پسرم موهای امریکایی اونا خواب و خوراکو به خودشون حرام کردن تا در دنیا صلح برقرار کنن. میدونی چی الکس؟ بالاخره یه برنامه است، ازش پول در میاد. فکر و ذکرت فقط برنامه است، چیز دیگه برات مطرح نیست. تو خیلی احساساتی هستی الکس، گوینده ای هستی که حالتهای غیرعادی و قیافه گرفتت برای بیننده های تلویزیون خیلی جالبه. بله، این خودش برنامه ایه. تو اسمشو چی میذاری؟ برنامه. بخند الکس، حالا که دیگه جلو دوربین نیستی. تصویر خوب در اومده آقای استفمن. خب بچه ها، متشکرم. جمع کنین، همه تون میتونین برین. شب بخیر آقای استفمن. شب بخیر بچه ها. شب بخیر آقای استفمن. پیچیده است مگه نه؟ بایدم باشه. چرا؟ خب اگه ساده بود هر کسی یه فرستنده تلویزیونی تو خونش راه مینداخت، اون وقت همه سرسام میگرفتن. پس هرچی هست اینجاست، شیطون این تو قایم شده. شیطون؟ تو اینجا دنبال کسی میگردی؟ به نظرم همه رفتن خونه هاشون. تو که نرفتی؟ چطور اومدی تو؟ به دربون دروغ گفتم. چرا؟ عادتمه همیشه به دربونا دروغ میگم. این عادت خوبی نیست. از تلویزیون خوشم میاد، حتی اگه برنامهش مزخرف باشه. بس که تلویزیون نگاه میکنم میترسم کور بشم. ببین از نزدیک نگاه کن، چشمم خسته است. من قربانی عصر الکترونیک هستم. منم همینطور. پدرم میگفت تو مرد خوبی هستی، میگفت قابل اطمینانی. من تو رو غیر از پرده تلویزیون جاهای دیگه هم دیدم. مثلا کجا؟ تو خونه پدرم. پدرت کیه؟ پدرت کیه؟ لئو ویتسیت. من کاترین هستم. من پدرت تو رو نمیشناسم. بهتره بری خونه. تو اونو میشناسی. خیلی دیره، تو باید خونه باشی. نه، من دیگه خونه ندارم. اما عموم سرپرستی منو به عهده گرفتن. دره خونمون بسته است، اونا رو قفل کردم. چه خونه قشنگی داشتیم، یادتون میاد؟ حالا حتی اجازه نمیدن سری به اونجا بزنم. من برای چی کار میتونم بکنم؟ از من چی میخوای؟ پدر من خودکشی نکرده. آدم های مثل پدرم هیچ وقت خودکشی نمی کنن. تو فکر میکنی اون یه همچی کاری کرده باشه؟ آره؟ پلیس اینطور گفته. خدمتکارتون آخرین کلمات شنیده. اون دروغ میگه. چه دلیلی داره دروغ بگه؟ چرا باید به پلیس بگه که پدرت گفت خودش این کارو کرده؟ آخه چرا؟ اون در حال مرگ بودی. کسی که در حال مرگ نمیفهمه چی داره میگه. میفهمه میز سویتزت، میفهمه. ولی ممکن نبود. پرونده بسته شده. تموم شده. طبق تحقیقات این حرفو نزن. گفتن چیز دیگه ای نمیتونسته باشه. هفتیر خودش بوده. و اثر انگشتای خودش هم روش. دوستانش گفتن اون پریشون بوده. غمگین و متفکر. پدرم راجع به هر چیزی عمیق فکر میکرد. این دلیل پریشونی اون نمیشه. خیلی عجیبه که آدم غمگین باشه. عجیبه. پدر منو کشتن. کشته شده. این فکر پدر من انتحار کرده درست نیست. من مطمئنم اون کشته شده. من اینو میدونم. شما باید بدونین. خواهش میکنم کمکم کنی. چرا من؟ پدرم برنامه شما رو تو تلویزیون تماشا میکرد. اون تمام مقالات شما رو میخوند. شما رو آدم خوبی میدونست، خیلی خوب.
اشکالی داره من از شما کمک بخوام؟ آره؟ لابد با پلیس صحبت کردی؟ بله خیلی، ولی اونا جز این که منو تسلی بدن چیکار کردن؟ من نمیخوام فقط بهم تسلی بدن. تو راستی فکر میکنی پدر من کاری کرده؟ حتما کاری یکی از مریضاش بوده آقای استدمن. پدر من میدونست که یکی از مریضاش میخواد اونو بکشه. خودش اینو به تو گفت؟ نه نه گفت، هیچ وقت از مریضاش حرفی به من نمیزد. هیچ وقت پروندهشون رو نگر نمیداشت، میترسید به دست دیگرون بیفته. ولی من میدونم که یکی از مریضاش میخواست اونو بکشه. این اواخر برای یکی از اونا خیلی نگران بود. ولی در خونه قفل بود، چطور امکان داشتم؟ هر کسی گرفتاری داشت باز میکرد. این کاری که از هموناست. منم یکی از همونا. من تو رو میشناسم. تو مثل پدرم هستی، دلت میخواد مردم زندگی کنن. به من کمک میکنی آقای استدمن؟ همونطور که پدرم کمکت میکرد؟ علت این که 7 ستاره بیشتر از 7 تا نیست چیه؟ چرا؟ علت این که 7 ستاره بیشتر از 7 تا نیست چیه؟ برای این که 8 تا نیست. متنفر نباش، تو بلدی دوچرخه سواری کنی؟ آره. هیچ وقت فراموش نمی کنی؟ نمیتونم. چون هنوز بچه، وقت زیادی نداشتی که چیزی رو فراموش کنی. ولی من فراموش کردم که چطور سوت بزنم، چطور بخندم، چطور با بچه ها حرف بزنم بدون این که از من بترسم. ولی یه مرد به من گفت که میتونم همه چیزو به خاطر بیارم. اون سعی کرد به من بقبولونه که اون چیزایی که دیدم واقعیت نداشته. منم سعی کردم، واقعا سعی کردم به یاد نیارم. بعد صدای تیری شنیدم. درس تموم شده بود.
من دوباره یاد گرفتم چطور سوت بزنم. گوش کن. و یاد گرفتم چطور دوباره بخندم. به من نگاه کن. خواهش میکنم به من نگاه کن. به روح پدرم که از همه بیشتر دوستش داشتم قسم میخورم آقای استدمن که اون تو رو گول نزده. ممکن نیست اونطور که میگن خودکشی کرده باشه. علت این که هفت ستاره بیشتر از هفته نیست چیه؟ برای این که هشتا نیست. هستش؟ بله. بهش بگو من اینجام. نمیتونم. پس خودم میرم تو. نه نه رو الکس استدمن تو اتاقشه. خب با اون که جواب رد نمیدم. تا حالا برنامه هاشو دیدی؟ حتی وقتی قیافه خوشحالی داره به نظر میاد یعنی آدم حس میکنه از یه چیز وحشتناکی اطلاع داره. تو هیچ وقت با هم صحبتت نگاه نمیکنی؟ نه. برای چی؟ چون سر خدمت هستم. الکس دست از سرش وردار. ثابت شده که این بابا خودشو کشته. دست از سرش وردار. چرا؟ خواهش میکنم. آخه من چه میدونم چرا؟ من عضو اداره روابط عمومی هستم. پلیس که نیستم. پس تو اسکاتلند یارد چیکار میکنی؟ بی خود اینجا نشستی؟ منظور تو چیه؟ تو میخوای ما اقدامات پلیس رو تقطعه کنیم یا میخوای نظر پزشک قانونی رو رد کنیم ها؟ و با این کار یکی از بهترین دکترامون رو مسخره کنیم. هیچ میدونی پیدا کردن یک دکتر خوب برای این جور کارا چقدر مشکله؟ الکس این موضوع کاملا روشنه. البته میشه جنبه ابهام بهش داد. فقط کافیه با نظر سوءزن به این قضیه نگاه کنی. ولی در حقیقت هیچ ابهامی وجود نداره. خدمتکارش آخرین کلماتشو شنیده. گوش کن تا برات بخونم. بهشون بگو من اشتباه کردم. هیچ کس جز خود من مقصر نیست. جز من هیچ کس مقصر نیست و غیره و غیره و غیره و غیره. همین و غیره ها برای من جالبه. در این که این آقا خودکشی کرده هیچ شکی وجود نداره. هفتیر خودش بوده و اثر انگشتش رو هفتیری که باهاش خودکشی کرده و خونه‌ای که هیچ کس نمیتونسته وارد بشه. خونه‌ای وجود نداره. من از این چیزا اطلاعی ندارم. افساس که نیستم. راجع به مریضاش تحقیق کردن؟ همشون. تا چه اندازه؟ به اندازه کافی. لیست اسامی اونا رو میخوام. پیش من نیست. خیال میکنی مامورین اینجور چیزا رو در اختیار همه میذارن؟ این مدارک خیلی مهمه. یعنی انقدر اهمیت داره که پلیس و دادگاه بتونه ازشون استفاده کنه؟ درسته. حتی خود مریضان به اونا دسترسی ندارن. پرونده های دکتر همیشه باید... کاری به پرونده ها ندارم. من فقط اسم مریضا رو میخوام. کار شما رو آسون میکنم. اسم مریضایی که پیش از مرگش معالجه میکرده به من بده. نمیتونم. حتی اسم مریضام شامل این موضوع میشه که بهت گفتم. مامورین شما تحقیق کافی نکردن. نظر دادن خودکشی کرده بعدم پرونده بسته شده. من اسم آخرین مریضاشو میخوام. اسامی پیش من نیست. پیش مامورین مربوطه است. میدونی لاری اگه اسم کسی تو اون لیست باشه که مامورین شما ندیده گرفته باشن مرتکب اشتباه بزرگی شدن. تو ما رو متهم میکنی که از شخص به خصوص حمایت میکنی؟ نه برای اینکه جنایتی رو سرپوشی کنن نه، ولی شاید فکر کردن از نظر اخلاقی منتشر کردن اسامی مریضای یک دکتر روانشناس کار درستی نباشه. ولی به نظر من کسالت روحی داشتن برای کسی ننگ نیست. باید یواشکی یه نگاهی به این لیست بکنی لاری. از دیدن اسم خیلی ها تعجب میکنی. ها
آقای استدمن، من با شما نه مصاحبه میکنم نه جر و بحث. من به ویتسد احترام میذاشتم، برای حرفش احترام قائل بودم، ولی او مرده، خودکشی کرده، این یک حقیقتیه، ولی تأثیری رو کار من نمیذاره. نمیذاره؟ یک روانکاو معروف خودکشی میکنه، این با حرفه و طرز فکر اون منافات داره. شما این موضوع رو چطور برای مریضاتون توضیح میکنید؟ بهشون میگم به اونا ربطی نداره، هیچ ارتباطی به معالجه اونها نداره. اگه بگید اون خودکشی نکرده ارتباط پیدا میکنه، اگه اون به دست کسی کشته شده باشه، مثلا به دست یکی از مریضاش، این غیر ممکنه. اون بیماران خطرناک روحی رو معالجه نمیکرد، بیشتر وقتش صرف تدریس در انستیتو میشد یا چیز مینوشت. مریضایی که داشت اکثرا وضع روحیشون متعادل بود. وضع روحیشون متعادل بود؟ بله، اینجور مریضا قادران واقعیات رو درک کنن. مریض میدونه کیه، چی کار است. البته استراب داره همونطور که بیشتر مردم دارن، ولی وضعش زیاد وخیم نیست. پس روانکاوا اینجور مریضا رو معالجه نمی کنن؟ چرا؟ ولی با روش های کاملا متفاوت. آقای استدمن، نوع دیگر این مریض ها کسانی هستن که بیشتر به مرحله جنون نزدیک شدن و برعکس بیمارانی که دچار اختلالات روحی هستن، از درک واقعیات کاملا عاجزن. اونها تمرکز قوای دماغیشون رو از دست میدن. بله، قوای دماغیشون تمرکز نداره. هنوز نمیدونیم چی جاشو میگیره، ولی نیرویی که، یعنی قدرت به خصوصیه که به مریض این امکانو میده که از دید خودش حوادث رو تجزیه و تحلیل کنه و عوض بشه. کسی که فاقد تمرکز قوای دماغیه نمیتونه خودشو با زندگی روزمره وفق بده و در نتیجه دست به اعمالی میزنه که گاهی بهش میگن نامعقول و بعضی وقتا دیوانگی و گاهی هم گاهی چی دکتر؟ خشونت؟ آیا امکان داشت لوویتسد یه همچین مریضی رو قبول کنه دکتر گلن؟ نه، اگه میدونست نه. پس چی؟ بعضی وقتا ممکنه آدم مریضی رو قبول کنه و در مرحله معالجه متوجه بشه که مریضش مبتلا به سایزوفرنی هست. اگه اون تصادفاً چنین مریضی رو قبول کرده بود ولی بعدن متوجه میشد، دست از معالجش میکشید؟ نه، فکر نمی کنم. لابد خیال میکرده ممکنه موفق بشه مریضش رو از اون بحران روحی نجات بده. آقای استدمن، این تنها چیزیه که برای یک روانکاو اهمیت داره. اگه بین مریضهای لوویتسد کسی بوده که حالش تا این حد وخیم بوده، آیا امکان داره اون نفهمیده باشه که این خطر هست که مریضشون رو بکشه؟ نوعی از این مریضا هر کسی رو ممکنه گول بزنن، به اونا میگن پارانوسایزوفرنیک. آیا اینجور مریضا میتونن دکترشون رو بکشن و طوری صحنه سازی کنن که خودکشی به نظر بیاد؟ این مریضا ممکنه دکترشون رو بکشن. گاهی طرز معالجه دکتر برای اینجور مریضا خیلی دردناکه و کشتن دکتر ممکنه به طور موقت درد مریض رو تسکین بده. بعدن امکان داره، البته فقط امکان داره، طوری صحنه سازی کنه که خودکشی به نظر بیاد. خب بعدش چی کار میکنه؟ ممکنه رفتارش مثل مریضای دیگه‌ای باشه که خبر مرگ دکترشون رو میشنون. ممکنه دلشکسته به نظر بیاد، یا خوشحال بشه یا بی‌تفاوت. حتی ممکنه به یاد نیاره چی اتفاق افتاده. پس پیدا کردن یه همچین آدمی کار مشکلیه. نه عذاب وجدان ناراحتش میکنه، نه وحشتی داره. ماسک بیگناهی به صورتشه. ممکنه عکس العملای متفاوتی داشته باشه. امکان داره رفتارش کاملا عاقلانه باشه، مثل رفتار من و شما آقای استدمن. میتونه همه چیزو پنهان کنه و کاملا ظاهرش رو حفظ کنه. اون وقت این خشونت یا هوس کشتن ممکنه دوباره پیدا بشه؟ بله، امکان داره. وقتی فشار خیلی زیاد بشه، وقتی چیزی براش غیر قابل تحمل باشه. ناگهانی بدون مقدمه؟ بعضی وقتا ممکنه بدون مقدمه باشه، بعضی وقتا با طرح نقشه قبلی و دقت و توجه. در این مورد ما با مجهولات زیادی روبرو هستیم. آقای استدمن، این یکی از وحشتناکترین امراضیه که امروز بشر باهاش روبروست. پس ما باید این شخص رو پیدا کنیم. دکتر گلن، من لیست مریضای اونو میخوام. ولی آقای استدمن، چنین مریضی وجود نداشت. مطمئن نید؟ من این مریض رو پیدا میکنم. نه. برای چی؟ اگه چنین امکانی وجود داشته باشه، اگه نظر شما درست باشه، کسی که میخواید دنبالش بگردید که از خطرناکترین افراد دنیاست. الان متوجه نیستید. شما نمیدونین چی کار باید بکنید، چی بگید. ولی میدونم چطور گوش بدم، نگاه کنم، انتظار بکشم. من یه خبرنگار تعلیم دیده هستم دکتر، بیشتر عمرم به دنبال کشف حقیقت بودم. ولی نه اینجور حقیقت.
این استثنائیه. این مسائل در همه جای دنیا وجود داره. نه دیوانه شدن استثنائیه، نه مرتکب جنایت شدن. چیه مارک؟ چند دقیقه بیشتر به سخنرانیتون نمونده. میدونم. اتفاقی افتاده دکتر؟ نه چیزی نیست. با یه نفر ملاقات داشتم. همین الان تموم شد. به چی خیره شدی؟ آه هیچی. من قبلا هم سیگار کشیدن شما رو دیدم. اینقدر دقیق و تیزبین نباش. شماها بدون اینکه متوجه باشین راجع به هر چیزی دقت و موشکافی میکنین. جز اینکه تو کوچه اینو اون برین کار دیگه ای ندارین. بریم. ولی اینو فراموش نکن، بعضی وقتا آدم سیگار میکشه برای اینکه دلش میخواد سیگار بکشه. شما همه چیزو خراب کردین، همه تو وحشی هستین. کاتی خواهش میکنم، من هیچ منظوری من میدونم منظور تو چی بود. بس دیگه کاتی، من همراه تو میام خونه، دوباره به اون خونه بر نگرد. کاتی اینقدر تنهایی کنار رودخونه قدم نزد. من همیشه از اون را میرم خونه. ولی تو که دیگه اونجا زندگی نمی کنی کاتی. پدر من بیشتر از اجداد همه شما به مردم خدمت کرد. ولی لورا هیچ منظوری نداشت. من میدونم اون منظورش چیه، میخواد به پدر من توهین کنه. شما کاتی حاضر نیستم از کاری که نکردم معذرت بخوام، ولی منظوری نداشتم. خیال میکنی کار خوبی کردی؟ شما باید رفتارتون بهتر از اینا باشه دیگه، بچه نیستین. خیلی اوقاتش تلخی. دروغ میگی؟ چرا منو تعقیب کردی؟ نه تعقیبت نکردم، من منتظر تو. چرا منو تعقیب کردی؟ دلیلی نداره که تو رو تعقیب کنم. علتی نداره تو رو بترسونم کاتی. پدرم منو کاتی صدا میکرد. چطور من اینجا پیدا کردی؟ از خدمتکارتون پرسیدم. خانم بیلز. اون خیلی پر حرفه. به من گفت تو هنوز میری جایی که قبلا زندگی میکردی. وقتی دیر میری خونت عمو احمد نگران نمیشه. اونجا خونه من نیست. زیادم دیر نمیرم. من میرم خونه خودم و فقط نگاه میکنم. مگه این توقع زیادیه؟ آره. الکس تو از این صداها خوشت میاد؟ آره. خیلی زیاد. چرا باید یه نفر منو تعقیب کنه؟ دیگه از خانواده ویتسه چی میخوان؟ آروم باش، من دوست تو هستم. شهرت زیاد عادت کردی؟ ای تقریبا. من هیچ وقت عادت نمی کنم. به نظرم ساختگی میاد. برای تو مهم نیست که مردم نگات کنن؟ فرق میکنه. چطور؟
تا چه جور نگاهی باشه؟ اینجور نگاه چطوره؟ این که خیلی خوبه. اون همیشه باید نگاه کنی، چاره ای نداره، باید بشین اینجا مردم رو نگاه کنی. این پاداش داستانهای بلندیه که نوشته. هانس کریستین آندرسن دوم آوریل 1805 در اودنز متولد شده. اولین کتابش رو در سال 1823 منتشر کرد و در 4 آگوست 1875 در کپنهاگ مرد. اینایی که گفتی اگه دقیق باشه خیلی جالبه. آه کاملا دقیقه. پدرم میگفت من ذاتاً آدم دقیقم، هیچ وقت در اینجور چیزا اشتباه نمی کنم. به نظر تو این خوبه؟ نمیدونم. بله هست. پدرم میگفت مردم وقت زیادی صرف میکنن تا بفهمن چه چیزی خوبه چه چیزی بد. اون میگفت بعضی چیزا همینطورن که باید باشن. اینو بهت نگفته بود؟ نه. من از خودم در نمیارم، این گفته خودشه. من که شکی ندارم. وقتی با اون بودم اغلب سکوت میکرد، بیشترش من حرف میزدم. اون راز سومو میدونه. راز سوم؟ پدرم میگفت هر کسی سه راز داره. رازی که به مردم نمیگه، رازی که به خودش هم نمیگه. سومی؟ سومی جزو اسراره. تو از همه بزرگتره که من دیدم بهتری، به جز پدرم. تو هم از همه کوچیکتره که من دیدم بهتری، به جز. به جز کی الکس؟ کی؟ دخترم. پدر من مرده، حالا تو رو از همه بیشتر دوست دارم. منم تو رو. چرا؟ دختر منم مرده کتی. من تو رو به یادم میندازم. متاسفم. آره یک کمی. میشه گفت من خوشگلم؟ بله تو خیلی خوشگلی. آیا او باز نخواهد گشت؟ آیا او باز نخواهد گشت؟ عیب نداره، پدرم هم همه رو بلد نبود. لابد وقتی اینا رو مینوشت و کپیه میکردی. هیچ وقت باور کن راست میگم، همینطوری یادم موندی. من یه قسمت از شعر شکسپیر رو دیوار خونمو مینوشتم. روز بعد پدرم یواشکی میرفت تکمیلش میگم. هیچ وقت با هم دیگه نمیگفتیم، ولی هر دومو میدونستیم. بعد تو شروع کردی به تکمیل کردن نوشته هم. از کجا فهمیدی من بودم؟ تو رو میپایدم. یادم اون وقتا پیش از ملاقات با پدرم کنار رودخونه قدم میزدی، برات عادت شده بود. میدونی چیه؟ دیر شده. صبر کن. پیش از اینکه بریم میخوام باور کنی پدر من خودکشی نکرده. باور میکنم کتی. راستی پس اینا به همه میگی، اون حرفتو باور میکنه. متاسفانه اینطور نیست کتی. من به پلیس مراجعه کردم، پیش همکارای پدرت رفتم، حتی نتونستم لیست مریضای پدرتو گیر بیارم. من اونا رو میشناسم. تو میشناسی ولی پدرت هیچ وقت من حرفی نمیزد. ولی من میشناسم ایشون. اون همیشه نامه ها رو میزش رو میزه حال که خدمتکارمون ببره بندازه تو صندوق پست. تو از کجا میدونی؟ میدیدم برای کیا مینویسه. کاتی پدرتو دکتر معروفی بود که با تمام دنیا مکاتبه داشت. ولی هر ما 4 تا نامه مینویش. اول هر ما برای 4 نفر از مریضاش به طور خصوصی نامه مینویش. مگه برای تو هر ما نمینویش؟ بله صورت حساب میفرست. اسم آدرس همشون یادم مونده، همه چی یادمه. مگه همین برات کافی نیست؟ این کار یکی از مریضاش بوده، من اونا رو میشناسم، اسمشون رو میدونم. خب همین کافیه دیگه. حالا برو خونه کاتی. این کافی نیست الکس. چرا کافی؟ فردا هم میگن اینجا میبینی؟ آره. متشکرم الکس، من لیست مریضا رو برات میارم.
هرگز باز نخواهد گشت. همیشه دلم میخواست از تابلوهای ویامینگ داشته باشم. الان تقریبا کمیابه. دزدیدن؟ چی؟ آها نه، تو موزه هاست. همه را امریکایی ها بردن. اگه بذاریم آثار نلسون هم میخرن. البته، چرا نخرند؟ آه خیلی معذرت میخوام، منظوری نداشتم. راستش من به کلی فراموش کردم که شما امریکایی هستید آقای استدمن. شما تقریبا انگلیسی شدید. خیلی از لطف شما ممنونم خانم. اجازه هست؟ چه فرمایشی دارین؟ مزاحمتون نمیشم، مدیر اینجا همه چیز نشون میده. مدیر خود من هستم. گویا اینکه ما این کلمه رو کمتر به کار میبریم. معاون من میسان فریداش به من کمک میکرد. استدمن، الکس استدمن. پرایس گرهام، آلفرد. حضور شما در اینجا برای ما افتخار بزرگی آقای استدمن. من شما رو میشناسم، ولی باید اعتراف کنم متاسفانه وقت تماشای برنامه‌های شما رو ندارم. بله، اداره یه همچین جایی حتما خیلی وقت شما. این فقط یکی از کارهای منه. مرتب باید بگردم ببینم کی ورشکست شده، تابلوهای قیمتیشو بخرم، مسافرت برم خرید کنم بفروشم. البته اینم بگم کارم بد نیست، رونق داره. میدونم میلیونرهای امریکایی تابلوهای شما رو خوب میخرن. البته اونم مشتریای خوبی هن، ولی دیگرانم میخرن. موضوع اینه که در دنیا شاهکارای هنری خیلی کمه، ولی میلیونر زیاده. حتما از این تابلو خوشتون میاد، اینطور نیست؟ بله خیلی زیاد. اینجا تا حدودی برای من آشناست، کمی هم وحشت آور. بله، همه ما کم و بیش در یه همچین جاهایی بودیم آقای استدمن. درست میفرمایید. یک نوع یأس و نومیدی توش به چشم میخوره. بله درست. انعکاس یک روح آسی، وحشت ایجاد میکنه. بله، ولی خوب کشیده. این تابلو در عین هرج و مرج و به هم ریختگی منظمه، گویاست. بله بله، خوب تشخیص دادین، همینطوره. مثل اینکه شما میتونید سلیقه اشخاص رو حدس بزنید، اینجور چیزها رو نشون اشخاص گرفته و غمگین میدید؟ نه، مشتری ها خودشون انتخاب میکنن. لطافت، نور، احساس، اینا براش که مهمه. متاسفانه تابلوهایی که من دارم خیلی قدیمی هم. چرا؟ منظورم سبکشون مدرن نیست، سوژه‌های قدیمی. بعضی وقتا هم چیزای مسخ. ممکن اینه که گفتید ببینم. فکر نمی کنم براتون جالب باشه، بیشترش کارای خودمه. چرا جالبه؟ من به شهرت نقاش اهمیت نمیدم. میس آنفری، آقای استدمن اظهار علاقه کردن کارای منو ببینن. هر کی منو خواست نیستم، فهمیدی؟ بله آقای پرایس گرهام. هر کی بود. بریم. در نقاشی های من خورشید اهمیت فوق‌العاده ای داره. منم همینو فکر میکردم. شرق انگلستانه، درسته؟ بله، مگه شما در اونجا هم بودین؟ زن من از اهالی نورویچ بود. شهر بسیار قشنگی. بله. خب، نظرتون چیه؟ شما خیلی بازوقین. بازوق؟ نظر دیگه ای نداری؟ از اینجا خوشم اومده. بله، زندگی واقعی در لذت روحه.
نه در خشونت، ظلم و مرض. به عقیده من هر نقاشی باید به این مسئله کاملا توجه کنه. کار تازه تونه؟ آه نه، اینو برای سرگرمی کشیده بودم، ولی خوب در نیومده. گاهی اینطور میشه. یه چیزی رو باید بهتون بگم آقای استدمن، من اینا رو نمیفروشم، حتی به فکرشم نیستم، نمیخوام از اونا پول در بیارم، من آدم نفت‌طلبی نیستم. البته میتونستم اینا رو بفروشم، کسانی هستن که کارهای منو تحسین میکنن، ولی یه چیزایی هست که با آدم بر میخوره. میخوان اینا رو تو خونه های یلاقی بزنن، ضمناً میخوان مفت بخرن. نه اینا فروشی نیست. نه من باید ببینمش. نمیشه، اون کار داره. همراه من بیا ویکتور. آقای پرایس گورهام، کار خیلی خیلی بدی کردی که تابلوی دلا کوروا رو به من نفروختید. هر کجا میخوای بذارش ویکتور. آه خدایا، چقدر اینجا خرت و پرت هست، یه چیز حسابی پیدا نمیشه. خانم اپلتون خواهش میکنم، شما این تابلو رو خریدین، من اونو پس نمیگیرم. پس نمیگیری؟ چرا؟ برای اینکه کار خودته؟ آخه من به دوستانم گفتم فروختمش، اگه فکر میکنین قیمتش گرونه میتونم بهتون تخفیف بدم، هر قیمتی رو که دلتون میخواد بدید، ولی پس ندین، خواهش میکنم، فروختن اینا برای من خیلی مهم. بلند شو آقای پرایس گورهام، میدونی وقتی قوز میکنی چقدر مسخره و مسخره میشی؟ من میل دارم یکی از نقاشی شما رو بخرم آقای پرایس گورهام. نه خواهش میکنم صدقه ندید. صدقه؟ معذرت میخوام، این کلمه رو بی جا استعمال کردید. آقای استدمن، یه کلکسیون تازه همین روزا برامون میرسه، امیدوارم بازم سری به ما بزنید. گمون نمی کنم بتونم بیام. میخواید اونا رو دست به سر کنید، این راهش نیست. نه چرا دست به سر کنید، اینا تنها دلخوشی مردم شهر لندن هستن. خوش به حال کبوترا. فکر میکنید اونا قدر آزادیشون رو میدونن، یا این چه خیال میکنن این حق مسلمشونه؟ لابد حق مسلم خودشون میدونن. چرا این کارو کردی؟ اونا که شما رو اذیت نمی‌کردن. ولی شما می‌کنید. من هیچ کس اذیت نمی‌کنم. چه اذیتی بالاتر از این که با من حرف نمی‌زنید؟ حوصله‌ام سر رفت. من تا حالا ندیده بودم دختر خوشگلی اینجا تنها بشینه. ندیده بودی؟ نه، به کبوترا غذا بده و با من حرف نزنه. من شما رو تعقیب کردم. چرا؟ وقتی از ساختمون اومدیم بیرون با خودم گفتم الکس استدمن، عجب دختر خوشگلی، برو دنبالش. متاسفم که میونه جمعیت گمش کردیم. وقتی 19 سالم بود یه روز دیدم دختری تو صف وایساده برای رادیو سیتی بلیت بگیره. اسم این موزیکال به گوشتون خورده؟ همه اسم رادیو سیتی رو شنیدن، البته خودم تا حالا اونجا رو ندیدم. به هر حال این دختری که میخواست بره به رادیو سیتی انقدر خوشگل بود که من با یه نگاه عاشق شدم، ولی نرفتم سراغش، وایسادم نگاش کردم. من انقدر نگاش کردم تا رفت، دیگه هم ندیدمش. حتما اونجا برنامه‌های جالبی داره. مثل اینکه متوجه منظور من نشدی. نه متوجه نشدی. به هر حال اون زندگی منو نابود کرد. لطفاً بپرسید چطور زندگی شما رو نابود کرد. چطور؟ متشکرم.
چون هیچ وقت نتونستم تصمیم بگیرم که باهاش ازدواج کنم، صاحب 10-12 تا بچه بشم، خلاصه زندگی کنم. اگه آدم بخواد با کسی آشنا بشه باید بره سراغش، غیر از اینه؟ بله؟ نمیدونم، به نظر من برای بعضی این کار خیلی آسونه. اسم من الکس زدمنه و آدم بیازاری هستم. اسم من آنتانره، منم شما رو دیدم آقای زدمن. میخواستم از حالت بهت بیام بیرون. چی گفتی؟ میخواستم از حالت بهت بیام بیرون بعد سلام علیک کنم، به مردی سلام کنم که منو به فکر فرو برده و باعث سرگرمی من شده، ولی فکر کردم بهتر مزاحم نشم. به نظر من آدمایی مثل شما رو باید به حال خودشون گذاشت، یعنی نه، من نمیتونم درست منظورم رو بیان کنم. چرا میتونین؟ خیلی هم باذوقی. باذوق؟ یه دفعه تو عمرم خواستم ذوق نشون بدم، پدرم مجبور شد دکتر خبر کنه. اینجا بدون بچه ها چندان شباهتی به پارک نداره، به نظر میاد یه محله سرپوشیده است، نه درختی وجود داره نه هوای آزاد. بهتون که گفتم من نمیتونم اون چیزی که اسم میکنم بیان کنم. اگه تمام بعد از ظهر آزاد بودین و هر کاری دلتون میخواست میتونستین بکنین، چیکار میکردین؟ به دوستانم میگفتم من و شما چطور بدون مقدمه با هم آشنا شدیم. نه جدی میگم، چیکار میکردین؟ به دوست پسرتون تلفن میکردین؟ دوست پسر ندارم. عجیبه. به هیچ وجه. سعی کنید آروم و بیخیال باشید. اگه پول و وقت کافی داشتین در یه همچین روز قشنگی چیکار میکردین؟ میشه هم بی خیال بود هم پول دار؟ بله با هم جور در میاد. ماشین کرایه میکردم، میرفتم به تماشای جاهای دیدنی، جاهایی که ممکنه برای بعضی دیدنی نباشه. هیچ میدونین یه سال بیشتره که من تو لندنم، ولی هیچ جا رو ندیدم، جدن هیچ جا رو ندیدم. نمیشه باور کرد. به هر حال من خب بازی تموم شد، من کار دارم. نه تموم نشده، ممکنه تلفن کنین بگین اتفاقی براتون افتاده، منم همین کارو میکنم. بعدش تصمیم گرفتم بفهمم کیم و چی کارم، برای همین اومدم در لندن اقامت کردم. بعدم فهمیدم تنها کاری که از دستم برمیاد تایپ کردن سری. فقط همینو تونستی بفهمیان؟ نه، چیزای دیگه ای هم فهمیدم. چه چیزایی؟ ازم نپرس الکس، چه تعطیلی خوبی بود، خیلی خوش گذشت. هنوز نمیدونم چرا دعوتم کردی، ولی برام مهم نیست. به طور کلی به تو خوش نمیگذره آن، از لندن لذت نمیبری، تو باید خوش بگذرونی، قدر این چند سال جوانی تو بدون. از حوادث وحشتی نداشته باش. گفته خانم پاتریک کامپل رو فراموش نکن که میگه تو لندن هر کاری دلتون میخواد میتونین بکنین، به شرط اینکه تو خیابون نباشه و مخل آسایش اسبا نشه. ماشینا رو ببین الکس، همه دارن میرن خونه هاشون. سپر به سپر. مهم اینه که دارن میرن خونه. اون گفت این اتفاق برا من میفته. گفت. کی گفت؟ چی شده آن؟ ممکنه منم یه روزی به مقصد برسم بدون این که ناامید بشم، بدون این که به مانه بر بخورم. خواهش میکنم بفرمین تو. من میلی هاوینگ عمه کاترین هستم. من فقط اومدم یه سری به کاترین بزنم، امیدوارم مزاحمتون نشده باشه. آه به هیچ وجه، خواهش میکنم. کاترین همیشه حرف شما رو میزنه آقای استدمن، شما خیلی بهش محبت کردیم،
چرا نمیشینی؟ متشکرم. الان بهش میگم شما اومدین، خیلی خوشحال میشه. اون بچه خیلی خوبیه آقای استدمن. بیرو درواسی بگم، بعد از مرگ برادرم فکر میکردم اون مریض بشه، ولی حالش خوبه. اینو دادم از رو عکسش کشیدم. لئو هیچ وقت حاضر نبود بشینه عکسشو نقاشی کنه. کاتی خیلی به پدرش شباهت داره. درسته. میگن منم وقتی جوون بودم خیلی بهش شباهت داشتم. تو هیچ شباهتی به اون نداری میلبرت. کوچکترین شباهتی نداری. ایشون آقای... بله میشناسم ایشون. من اولن هاوینک هستم آقای استدمن، عموی کاترین. خیلی از آشناییتون خوشوقت. کاترین میگه شما از دوستان پدرش بودین. درسته. واقعا اتفاق وحشتناکی بود. معلوم میشه لئو خودش به دکتر احتیاج داشته. ولی کی میدونست؟ دکترها به چه درد میخورن؟ اونا حتی قادر نیستن خودشون نجات بدن. اولدن خواهش میکنم. خواهش میکنی؟ خواهش میکنی چی میلبرت؟ من میرم کاترینو بیارم. مشروب میل دارین آقای استدمن؟ نه متشکرم. برای من خیلی مشکل شده. ما تا حالا بچه نداشتیم و حالا کاترین بچه ماست. میدونید پول مولی در کار نیست. فقط همون یه خونه است، اونجا گویا گروه. چند سال طول کشید تا ما تونستیم لئو رو راضی کنیم خودشو بیمه کنه که حداقل آتیه کاترین تامین بشه. اون انقدر سرگرم مریضاش بود که زندگی خودشو به کلی فراموش کرده بود آقای استدمن. بالاخره تونستیم قانعش کنیم. پس آتیه کاترین تامینه؟ نه، بیمه نامه رو فسخ کردن. چون خودکشی کرده پولی نمیدن. خودکشی نکرده. دیگه هیچ وقت این حرفو تکرار نکن. کاترین چطور جرأت می‌کنی با من اینطور حرف بزنی؟ اگه یه دفعه دیگه مثلا چیکار می‌کنی؟ شب بخیر آقای استدمن. شب بخیر. دیر وقته کاترین. دیر نیست. اونا باید به زندگی با تو عادت کنن. بهشون فرصت بده. خوشحالم که به دیدن من اومدی. فکر نمی کردم بیای. حالا چطوره؟ خوبه. ولی از اینجا خوشم نمیاد الکس. من اینجا غریبم. اونا فامیلای نزدیک تو هستن کاتی. میخوان خونه رو بفروشن، خونه منو. میتونن این کارو بکنن؟ میتونن؟ متاسفانه بله، واسه یه پدرت میتونه بفروشه. البته پولش به طور امانت برای تو نگهداری. من پولشو نمیخوام، خود خونه رو میخوام. میخوای چی کارش کنی؟ برم ببینمش، نگهداری کنم، حفظش کنم، بعدم برم اونجا زندگی کنم. این توقع زیادیه؟ نه به هیچ وجه. ولی متاسفانه یه عده از وکلا اونجا رو برای تشکیل کانون خودشون پسندیدن و میخوان بخرن. مثل اینکه همه کارهای دنیا دست اینجور آدماست. من تاله اسمشونم نشنیده بودم. خیلی چیزا هست که تو هنوز نمیدونی. پس خونه رو میتونم بفروشم. دلم میخواد پیش از اینکه بفروشن اونجا رو ببینم. من اونجا رو دیدم. درست ندیدی؟ تو فقط دفتر پدرم رو دیدی، جای دیگهش خیلی قشنگه. میخوام خونم رو بهت نشون بدم. میخوام همه چشو ببینی. فقط یه دفعه پیش از اینکه بفروشنش. خیلی خوب. خیلی خوب. حالا من باید برم. به این سودی؟ مجبورم. الکس خبری نشد اون مریضا رو دیدی؟ چند تاشونو. ولی من تمام اسما رو بهت دادم. کار یکی از اوناست. تو تتوشو در میاری، مطمئنم. تو چه سرحالی، خیلی هم شیک شدی. کجا میخوای بری؟ با یه خانم جوان وعده ملاقات دارم. فکر نمی کنم تو منتظر من بشی، چون من هنوز خیلی کوچیکم. وقتی تو بزرگ بشی من پیر شدم، اصلا نگام نمی کنی. هرگز. من پیر و زشت میشم. هرگز. نگو هرگز، چون هرگز وجود نداره. چرا وجود داره؟ دیگه پدرم هرگز پیش از خواب منو نمی بوسه. هرگز. شب بخیر. او الکس، منو گریم میندازی. من که عشقی نمیبینم. لابد قصه میخوری. همیشه قصه میخورم. همه اینا رو خوندی؟ نه، ولی همیشه حسابشونو دارم. اگه خوشت نیاد من ناراحت میشم. خوشم میاد حتما. خب
تقریبا حاضره. خیلی معذرت میخوام الکس، ولی من جدا سرگیجه گرفتم. سرگیجه؟ هنوز نمیدونم چطور با تو حرف بزنم. البته تو فرصت دادی من تمرین کنم، ولی من با هیچ مردی بلد نیستم حرف بزنم. تو خیلی خوب حرف میزنی. نه، این مثل انجام وظیفه میمونه. من هیچ وقت نمیتونم خودمونی بشم. منظور فقط گفتن یه مش جملات تو خالی نیست، یا اینکه آدم هی بگه آه جدی میگی. من خیلی چیزا میخوام ازت بپرسم. سوالاتمو به خاطر سپرده بودم، میخواستم فقط ازت سوال کرده باشم بدون منظور. میخواستم سوالات سادهی بکنم که اگه تو جواب ندادی هیچ کدوم ناراحت نشیم، ولی احساس میکنم نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم راحت آسوده هرچی میخوام بگم. تو خیلی شمرده حرف میزنی. بهتره بگی خیلی با لکنت. شده اینجا وقتی تو به من اظهار عشق کردی روشن شده بود، ولی باز تاریک. این قاره تاریک مبدل به یه جای قشنگی شده بود. بذار کمکت کنم. کمکم کنی؟ تو میخوای به من کمک کنی؟ خب کمک کن. من خواب بدی دیدم، خوابای وحشتناک. خواب دیدم میلیون ها ساله که تنها هستم. خواب قبرستونای بی انتها. تو هم خواب مرده ها رو میبینی؟ اینطور نیست؟ تو هم خواب اون دکتر مرده رو میبینی؟ دکتر بیچاره. من همیشه خواب اونو میبینم، همیشه. ولی امشب بهش احتیاج نداشتم، چون تو رو داشتم. با وجود این اون مثل یه روح خبیث ما رو تعقیب کرد، از ما دست بردار نبود. ولی این دفعه تو خواب میدیدی. این حرفای بی‌معنی رو بذار کنار. حرفای بی‌معنی؟ تو خواب دکترتو دیدی الکس. تو خواب راجع به اون حرف میزدی، راجع به دکترمون، راجع به دکتر مردمون. تو از اون چی میخوای؟ چرا منو تحقیر میکنی؟ من دنبال کسی میگردم که اونو کشته. اون کشته شده، ولی تو روزنامه ها اینطور ننوشتن. لابد تو فکر کردی که من اونو کشتم. برای تو هیچ اهمیت نداره که مردم رو ناراحت کنی؟ دلت براشون نمیسوزه؟ من دلم برای لیاویتسیت میسوزه. چی باعث شده دست به این عمل انسانی بزنی؟ تعهدی که نسبت به مرده ها داری؟
فقط مرده ها؟ پس زنده ها چی؟ پس تکلیف زنده ها چیه؟ مگه ما که زنده ای مرتکب خلافی شدیم؟ تو همیشه به فکر مرده ها هستی؟ مرگ ویتسد باعث شده که اینقدر به اون علاقه نشون بدی؟ ویتسد اونطور که میگن نمرده. کشتنش. من هر روز برای آمرزش رو اون دعا میکنم. اون احتیاج به دعای تو نداره. احتیاج به اعاده حیثیت داره. آه آلکس، دیگه خوبی وجود نداره. هیچ کس به دیگری علاقمند نیست. یعنی با مرگ لو ویتسد رحم و شفقتم از بین رفته. متوفا متصدی نصب ماشین‌های فولاد بوده. برج مورد نظر در حدود 120 پا ارتفاع داشته. چوب بس احتیاج به سکوی مخصوصی داشته که متصدی مربوطه از اونجا بتونه کارهای لازم رو انجام بده. برای نصب ماشین وجود یک داربس به طور افقی کاملا ضروری بوده که قسمت درونی آن به مرکز برج وصل می‌شده و قسمت خارجی آن از برج فاصله زیادی داشته. در رسم این داربس رعایت شرایط لازم و نکات فنی. آقای بریکس، جلسه رو به عنوان تنفس تعطیل میکنیم. جلسه آینده فردا ساعت 10:30 صبح. بله عالی جناب. آقای استدمن؟ بله. حالتون چطوره؟ اسم من مکنری، داربود مکنری. بله. من منشی سر فردریک هستم. منشی جناب لورد. آه، صحیح. جناب لورد میخواستن بدونن میل دارین تشریف ببرین اتاقشون یا نه؟ من سر فردریک رو نمیشناسم. نمیشناسین؟ آه، جناب لورد. البته یه سر فردریک میشناسم. واقعا خیلی حوصله میخواد که آدم بشینه تو جلسات دادگاه. اتفاقا دعوای بسیار جالبی. شاید من به جنبه‌های مختلف این دعوا توجه نداشتم. متاسفم. جناب لورد می‌خواستن بدونن میل دارین با ایشون چای صرف کنین؟ البته. او خواهش می‌کنم دنبال من تشریف بیارین. با کمال میل. خب پس بفرمایید. آیا چیز به خصوصی است که شما رو به جریان این دعوا علاقمند کرده باشه؟ بقیده من این یکی از اون دعواهای خسته کننده و معمولیه. منظورم اینه که وکلای معمولی هم میتونن به این قضیه فیصله بدن. میدونید موارد دعوا و اختلاف شدت و ضعف داره. میدونم. مسلمه که میدونید. شما مدت هاست اینجا رفت آمد میکنید. بله مدت هاست. بازم میل دارید؟ گویا در نظر دارید برنامه از جریان دادگاه ترتیب بدید. بله؟ در حال حاضر منظور به خصوصی ندارم قربان. صحیح. پس فعلا مطالعه میکنید ها؟ ترجیح میدم بگم پرسی زدن. اون وقت دیگه تعهدی ندارم حتی نسبت به خودم. گاهی ایده های جالبی به نظر آدم میرسه. اون وقت خیلی مشکله که آدم بتونه در مقابلشون مقاومت کنه. تو دادگاه نمیشه فیلم برداری کرد، اینو که میدونید. بله میدونم. بله شما باید بدونید. من خیلی خوشحال هستم که شما به جلسات دادگاه تشریف میارید. ما همیشه از دیدن شخصیت‌های برجسته تو دادگاه خوشحال میشیم. خب میخواید شما رو به خونتون برسونم؟ نه متشکرم. راستی سر فردریک، حالا که اومدم اینجا بد نیست اشکالی که برام پیش اومده بهتون بگم. شاید بتونین کمکم کنین. البته چیز مهمی نیست. خیلی خوشوقت میشم اگه بتونم مشکلتون رو برطرف کنم. میخواستم بدونم اگه پروندهمو از مطب دکتر بردارم جنبه غیرقانونی نداره؟ تا تحت چه شرایطی باشه؟ هیچی، فقط میخوام بیارمش بیرون. اون روانکاو بود. قطعا اگه وکیلی دارید بهتون گفته که این عمل تا حدودی غیرقانونیه.
اون گفت اصولا غیر قانونیه. گفت روانکاو سعیش اینه که پرونده رو مخفی نگه داره. گفت جزو اسناد خصوصی دکتره. قانونا که اینطور نیست، ولی خب اونا برای خودشون یه همچه خط مشی دارن. اتفاقا کار بسیار خوبی هم میکنن. پیش از اینکه خونه رو محرمون بکنن من تونستم پرونده ها رو ببینم. متاسفانه فرصت نبود پرونده خودم از بین ببرم. من نمیخوام کسی پرونده اون ببینه. چیکار باید بکنم سر فردریک؟ فکر نمی کنم با محروموم شدن اونجا دیگه دلیلی برای نگرانی شما وجود داشته باشه. به علاوه وصی اون مرحوم میتونه اونا رو از بین ببره و معمولا این کارو میکنن. بنابراین هیچ کس پرونده شما رو نخواهد دید. چطور میتونم مطمئن بشم؟ من دیدم پرونده ها رو. من همشون رو مطالعه کردم. آقای استدمن، به نظر من شما کار بسیار بسیار نامعقولی انجام دادید. میدونم که کار خوبی نکردم. این در من یه حس غریزیه. من اصولاً آدم کنجکاوی هستم. به علاوه ویتسیت مرده. اون نمیتونه. لیو ویتسیت اون پرونده نگر نمیداشت. منم اینطور خیال میکردم. ولی نگه میداشته. جزئیات تو پرونده ها نوشته. خیلی مقدمه چیدین تا این موضوع رو مطرح کنین. من خیال میکردم که شما آدم صریحی هستین آقای استدمن. معذرت میخوام. پس شما میدونید، میدونید که اون پرونده ها رو نگه میداشته. نه نه، من به دفتر اون بیشتر از دفتر خودم وارد بودم. اون پرونده نداشت اصلا. نه منشی داشت نه نرس. اون معتقد به این چیزا نبود. پرونده نداشت اصلا. پرونده نداشت تو دفترش نداشت. ولی اون طبقه بالا زندگی میکرد. شما اینه نمیدونستین؟ من میدونستم. البته شما به وضع کار من آشنا هستین. شاید شنیدین که ممکنه من رئیس دادگاه هستیناف بشم. بله سر فردریک، باید اعتراف کنم که شما آدم با شخصیتی هستید. آقای استدمن، شما کارهای عجیبی میکنید. من نمیتونم دلیل این کار شما رو بفهمم. شما از این خبرنگارهایی نیستید که خبرهای جنجالی گیر میارن تا تو روزنامه بنویسن. من خبرنگارم. ضمناً تو مملکت ما مهمان هستید. اینجا زندگی میکنم. بله، احتیاجی به گفتنش نبود. سر فردریک، شما میخواستین من صریح باشم. مسئله مرگ لیو ویتسته. اول نمیتونستم باور کنم. مردی مثل لیو ویتست چطور ممکن بود خودکشی کنه؟ ولی حقیقت داشت. وقتی برگشتم لندن تأیید شد که اون خودکشی کرده. وقتی برگشتین؟ مگه کجا بودین؟ من در بریستال بودم. قاضی اونجا مریض شده بود، منو به جای اون فرستاده بودن. شما اینجا نبودین. وقتی اون مرد شما تو لندن نبودین. چه اهمیتی داره که من کجا بودم؟ اینا همه میدونن که من کجا بودم. مهم اینه که خود شما کجا بودین و چه میکردین. البته ما میدونیم، درسته؟ داشتیم پرونده های مریضای بدبخت رو مطالعه میکردین. آقای استدمن، خواهش میکنم. ناراحتی من مال مدت ها پیش بود. هیچ کس به خاطر نمیاره، هیچ کس. مسلما دیگه تکرار نمیشه. خواهش میکنم. فقط اون میدونست. من به اون گفتم چون بهش اطمینان داشتم. خواهش میکنم آقای استدمن، این موضوع مال مدت ها پیشه. من به اون اطمینان داشتم. پرونده ای وجود نداره آقای قاضی. پرونده وجود نداره؟ نه، فقط اسامی هست. اسامی مریض ها. پس برای چی آقای استدمن؟ چرا؟ به چه علت اینطور بیرحمی کردین؟ چرا؟ میخواستم برای اون اعاده حسیت. ولی این کافی نیست. هیچ کس حق نداره چنین کاری در مورد دیگری بکنه. چرا؟ چرا؟ فکر کردم برای اعاده حیثیت اون لازمه.
ولی بیشترش به خاطر خودم. خودم باید اطمینان پیدا کنم. چرا؟ چون اگه اونطور که میگن خودکشی کرده باشه، من نمیتونم هیچ کدوم از حرفاشو باور کنم. گفت میتونم آدم سالمی باشم، زندگی کنم. منم باور کردم. من حرفشو باور کردم. بینی الکس، اون درجه افتخاریشی که از دانشگاه وین بهش دادم. این صندلی مخصوص منه. اونو به خاطر خدمات برجستش از طرف انجمن روانشناسی امریکا بهش دادن. این خیلی مهمه، چون شنیدم نسبت به دکترای خارجی خیلی سختگیری میکنن. به نظرم اینو با دست کشیدم. دانایی بود؟ درسته، گمونم یکی از کاشفین بوده یا همچین چیزایی. آره، یا همچین چیزایی. نوشتشو بخون. بلو ویتست، دوست دوران استراب. ببین الکس، یکی رو نگاه کن. کاتی، بهتر نیست تو رو برسنم خونه، داره دیر میشه. اینجا خونه منه، خواهش میکنم، تو قول دادی. میخوام بهت نشون بدم ما کجا زندگی میکردیم. حقش نبود ما بیایم اینجا، اینجا از طرف دولت مهرموم شده. یک کم دیگه بمونیم الکس، خواهش میکنم. اینجا کجاست؟ پدرم عادتش بره اونجا، نزدیکای کلوچستره. من تا حالا اونجا نرفتم، ولی پدرم خیلی میرفت. میرفت اونجا قدم میزد، فکر میکرد، مقالهاشو مینوشت. من مرتب بهش نق میزدم منم ببری، ولی همیشه میگفت اونجا چیزی نیست جز درختای خشک بیقواره و علفای هرزه و یه جاده پردست انداز. بیا الکس، میخوام همه چیزو بهت نشون بدم. من فکر میکنم تو خواب اونجا رو دیدم. هیچ وقت اونجا نرفتم، ولی تو خواب دیدم. پدرم میگفت ما همیشه خواب جای ساکت رو میبینیم. بری. اینجا اتاق توه کاتی، ها؟ من هیچ نمیخوام کاره بچه گونه بکنم، ولی نمیذارم اونا خونه رو بفروشن، چون درست مثل اینه که آدم خاطراتشو بفروشه، سالهای عمرش رو دست بده. این ظالمانه نیست که خاطرات کسی رو بفروشن. تو خاطراتتو حفظ میکنی کاتی. قبول کن که اینجام یه اتاق مثل اتاقای دیگه. مدتی پیش اینجا اصلا وجود نداشت، یه شکل دیگه ای بود. کاتی، همه چیز عوض میشه، این حقیقت زندگیه. شاید حقیقت باشه، ولی این حقیقت برای من ارزش نداره. میدونم که بارون آدم رو خیس میکنه و حرارت آفتاب گرم، اما این برای من مهم نیست. مهم اینه که آدم خودش چی حس میکنه. من حس میکنم وقتی کار این خونه تموم بشه، کار منم تموم شده است. میبینی همونطور که خوابیدن روش راحته، نشستنش هم راحته. کاترین. آقای هاوینگ، بیرون منتظر باش. بیرون باش کاتی. دختره فقط 14 سالشه،
فقط 14 سالش آقای استدمن، مثل اینکه فراموش کردید اون هنوز بچه است. وحشی، تو آدم رزل و پستی هستی. تو مثل یک خوک وحشی کثیف و پستی. میدم توقیفت کنن. برای چی؟ من تو رو میشناسم. اما من فکرت اینه که خوش بگذرونی. رزل پست. بس کن. آدمای آدمای تحصیل کرده در میری. تو آدم پستی هستی. بس بیشو. بلم کن. الان میکشمت. الکس. میکشمت. الکسی داشتی اونو میکشتی. نه کاتی، نه. تو میخواستی اونم بکشی. نه حقیقت نداره، تو درست متوجه نشدی. آه الکس. نه کاتی، نه. میکنی ما وقت داریم این تغییرات رو بدیم؟ اینقدر مؤثر نیست، بهتره بذاریم برای برنامه بعدی. من آمار لازم رو تهیه کردم، میتونیم تو همین برنامه استفاده کنیم. خواهش میکنم صداشو بلند کن. مربوط به خبر مرگ دکتر لئوویتسف میباشد. بعد از اینکه اواخر شب گذشته یکی از مریض‌های دکتر نامبرده دست به خودکشی زد، پلیس بار دیگر تحقیقات خود را از سر گرفت. این بیمار زنی بود 28 ساله به نام آن تانر که شغلش منشیگری بوده و از 6 ماه قبل تحت نظر دکتر ویتست معالجه می شده. در کنار جسد میستانر یادداشتی پیدا شده و او خود را مسئول مرگ روانشناس مزبور معرفی کرده. اینک می پردازیم به پخش جریان مسابقه فوتبال امروز. دیگه با من حرف نمیزنی الکس. برای اتفاقی که تو خونه من افتاد از تو معذرت میخوام. من خیلی وحشت کرده بودم. عموی من همونطور که تو گفتی میخواست افکار خودشو به تو تلقین کنه. من راجع به دوست تو متاسفم الکس. گرچه اون من خیلی متاسفم. هنوز تحقیقاتو تموم نکردن، هنوز معلوم نیست کار اون باشه. حتما کار اون بوده، مگه نه؟ گفته بعد از تهیه گزارش رسمی میتونم خونه رو نگه دارم، اون وقت بی من پول میده. من میتونم همه چیز نگه دارم. پدرم میل نداشت غریبا تو این خونه زندگی کنن. من مطمئنم نمیخوام از وسایل اون چیزی فروخته بشه. اون یکی خونه چی؟ خونه که تو کلوچستره؟ اونجا مال ما نبود. تا حالا اونجا رو ندیدم، هیچ ارتباطی به من نداره. پدرم میگفت من از اونجا خوشم نمیاد. درختای خشکیده و بیقواره، علفهای هرزه و جاده پر رسنداز. آره. ولی خونه خودم رو میتونم نگه دارم. هر وقت دلم بخواد میتونم بیام و برم. ممکنه برای یه مدت اجارش بدم، ولی یه مدت کوتاه. نباید این اتفاق میافتاد. اون آخرین مریضش بود. حقش نبود. از کجا میدونی اون آخرین مریضش بود؟ از نامه ها. نامه های ماهیانه اون بعد از دیگرون شروع شد. میبینی من چقدر دقیقم؟ آره خیلی عجیبی. کاش اونو قبول نمیکرد. پدرم خسته بود، در انستیتو خیلی کار میکرد. 5 مریض برای اون زیاد بود. اصلا 5؟ ولی اون 4 تا داشت. 4 تا مریض داشت. معلومه که 4 تا مریض داشت. مگه من نگفتم 4 تا؟ نه تو گفتی 5 تا. هیچ وقت در اینجور چیزا اشتباه نمی کنی. خب بازم امتحانم کن، هر چی میخوای بپرسی، یلا امتحانم کن. خیلی خب. اونجا کی زندگی میکرده؟ هوگارس، آقای ویلیام هوگارس. از سال 1738 تا 1740 بعدن همینجا تو کلیسای چیسویک دفن شده. بازم امتحانم کن. اونجا کی زندگی میکرده؟
آقای هوراس والپول از 1748 تا 1770 در سن 8 سالگی مرد. آخرین فرد خانواده‌شون بود. یک عمر از نقرس درش کشید. این نقرس هم چیز موسیقی آلکس. با اینکه ظاهراً چیز مهمی نیست، بعضی وقتا خطرناکه. باعث میشه که آدم طور به خصوصی راه بره. این اسم از زمانهای خیلی قدیم روی این مرض مونده. تو خیلی معلومات داری، من فقط ارقام و حفظم. تا حالا پلیس به خونه‌ای که دل کلوچستر رفته؟ نه، چون نمیدونستن همچی خونه‌ای هم هست. چرا نمیدونستن؟ اونجا خونه عمه منه، خونه عمه میلی. گویا پدرش بهش داده بوده. بعد از ازدواجش پدر مادرش مردن. ولی هیچ وقت به شوهرش نگفت این خونه رو داره، نمیخواست باهاش اونجا بره. برای همین خونه رو در اختیار پدرم گذاشت. میخواست پدرم زندگی راحتی داشته باشه. یالا الکس بازم ازم بپرس. خیلی خوب، آدرس خونه کلوچستر رو بده به من. البته برات مشکله، برای اینکه تا حالا اونجا نرفتی. آسونه. 128 مزرعه آستنهام، کلوچستر.
کاتی. کاتی. تو اینجایی؟ کاتی، خودتو از من قایم نکن. سلام الکس. من پایین بودم، معذرت میخوام که نیومدم بهت خوش آمد بگم. من برات دلواپس بودم کاتی. خدمتکارتون گفت تو پیش یکی از دوستات هستی. درسته. میخواستی اینجا همینجور تنها بمونی؟ من تنها نیستم. به نظر من باید بریم به خونت کاتی. اون خونه کجاست؟ جایی که مردم هستن، مردمی که تو رو دوست دارن. همچین جایی وجود نداره. دیشب من خواب عجیبی دیدم الکس. خواب دیدم جلوی مجسمه وایسادم، همونی که تو پارکی یادت نزدیک مدرسه من، مجسمه هانس کریستیان آندرسن. نزدیک جایی که ما وایساده بودیم یه بوته گل سرخ و یه استخر کوچیک آب بود. تو به من گفتی میبینی کاتی اونجا رازی وجود نداره، بوته گل سرخ مرده، آبم داره میمیره. تو گفتی به آب نگاه کن کاتی، هیچی تو اون منعکس نمیشه، آب داره میمیره. بیا بریم کاتی، اینجا دیگه چیزی نیست. تو خوابم اینو گفتی. بیا بریم، اینجا چیزی نیست. تو از من باهوشتری الکس. نه، من فقط از تو مسنترم. خیلی باهوشتری. تو میدونستی منظور من پنج مریض بود. بله. پس معلوم میشه سالاتی که راجع به خونه آقای هوگارسو والپول میکردی بدون منظور نبود. نه نبود. میدونی راز سوم چی الکس؟ اولی رازی که ما به مردم نمیگی، دومی اینی که به خودمونم نمیگی، اما سومی راز سوم حقیقته. بله، تو اینو فهمیدی برای اینکه آدم فهمیده ای هستی. منم برای این میدونم که پدرم بهم گفته اینجا نمون الکس، اینجا رو بستن، مهرمون کردن. خواهش میکنم برو خونت، من تو رو دوست دارم الکس. منم تو رو. بیا با هم بریم. نه نه صبر کن. نه فرار نکن. دکتر یه شیطون بود، شیطون میخواست منو بفرسته به آسایشگاه مریضای روحی. پدرت تو رو دوست داشت کاتی، میخواست بهت کمک کنه. تو خیال میکنی من پدرم کشتم؟ آره، اون منو دوست داشت، به دکتر التماس میکرد که منو نفرسته. ولی اونا هر دوشون یه نفر بودن. اون دوتا با هم دعوا کردن، من رفتم از پدرم مواظبت کنم، میخواستم برای شام درست کنم چون اون روز به روز لاغرتر میشد، ولی پدرم خونه نبود، یکی دیگه تو خونه بود. من هفته رو برداشتم اومدم اینجا. بعدش کاتی تو نمیخواستی این کارو بکنی. اون دکتر رو کشتمش، ولی اونایی که دیگه رو فرستادن، تو هم مثل اون میخواستی من رو بفرستی به آسایشگاه.
ناکاتی. من دکتر رو کشتم، نه پدرم و من اونو دوست داشتم. نه اون پدرم نبود، من پدرم رو دوست داشتم، دوست داشتم. آلکس خواهش میکنم کمکم کن. آلکس آلکس کمکم کن، من فقط اون دکتر رو کشتم. کجاستی آلکس؟ به من کمک کن آلکس، کمک، عجله کن. کجاستی آلکس؟ آقای استدمن پس چرا برادرم صبر کرد؟ کاتی رو دوست داشت، اونم بشر بود، ضعیف بود. برادر من یکی از قوی ترین آدمایی بود که من دیدم و دکتر بود، یه دکتر خوب. درسته، و خیلی زود مرض کاتی رو تشخیص داد، فهمید که مبتلا به بوردرلاین سایزوفرنی هست. کاتی در سنی بود که باید مدرسه میرفت، ولی اون نمیذاشت. اونا باید با هم زندگی میکردن، ولی پدرش میخواست اون تنها باشه. برادر من هیچ وقت کاترین رو از خودش دور نکرد. اون نمیدونست که کاترین... چرا میدونست کاترین مریضه؟ خانم هاوینگ، برادر شما خیلی زجر کشیده تا تونسته خودشو راضی کنه که دخترشو به بیمارستان امراض روحی نفرسته، جایی که اون از لحاظ جسمی رشد میکرد ولی از لحاظ روحی نه. ولی چرا اون اومد سراغ شما؟ چرا؟ شاید فکر کرده پدرش برای من احترام قائل بود. اون به کلی گیج و آشفته بود. بچه گیج و گم شده. هیجان مرگ پدرش به طور عجیبی اونو شوکه کرده بود. برای همین به من پناه آورد. شما هم حرفاشو باور کردی؟ چرا نه؟ من میخواستم باور کنم، چون من بودم که در جستجو بودم. فکر میکردم اگه برادر شما خودکشی کرده باشه با حرفای خودش منو فریب داده، ولی اینطور نبود. لاویتست زندگی کرد و مرد. اون روانشناس خوبی بود. ممکن نبود منو فریب بده. اون فقط دکتر من بود. خدای من نبود. خیلی اینجا موندم. شما باید استراحت کنید. میدونید که جون شما رو نجات داد آقای استدمن. میدونید که به من تلفن زد، که آمبولانس خبر کرد. میدونید وقتی ما رسیدیم شما در بازوانه کی بودید؟ کاترین. این کار براتون فایده ای نداره آقای استدمن. انتظارش هم ندارم. اون حرف نمیزنه، به حرفای شما گوش نمیده. برای چی میخواید اونو ببینید؟ برای اینکه اون دوست من بود. صبح بخیر. ایشون اومدن به ملاقات میس ویتست. خیلی سر حالی کاتی، حالت خوبه؟ حال منم خوبه، خیلی بهترم. من اجازه دارم هر وقت بخوام به دیدن تو بیام، مثل افراد خانواده.
تو بازم قصه میخوری کتی، همیشه قصه میخوری. چیزی رو تونستی بفهمی الکس؟ منظورت چیه کتی؟ اون آدمی نبودی که خودکشی کنه، این خیلی مهمه، اینطور نیست الکس؟ بله خیلی مهمه. نگاه کن الکس، من گریه میکنم.